بگی راست میگفت هیپ هاپ بهترین دوست تو تبدیل به بدترین دشمنت میکنه جنگ یک فورل تایم سلام رفقا خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه امروز یه ویدیوی خیلی 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 عجیب داریم راجع این داستان که رپرایی که با هم رفیق بودن و الان با هم رفیق نیستن چه بسا دارن با هم دیگه میجنگن بیف یا هر چیز دیگه ای توی تایمی این رفاقتایی که به گا رفت تو رپ رف فارسی به قول سپه توی سنف ما رفاقت های ریسک این ویدیو رو خودم خیلی دوست دارم فقط دوست دارم بریم توی ویدیو به لیستی که آماده کردیم ببینیم ما هم دیگه و نظر بدیم راجع که هر بیفو کی برده دوست داشتیم به شکل بگیره یا نه از نسل یک یک شروع کردیم تا نسل ته ته که چهار باشه و قضیه بیگ یوتیوب ها هم برید چک بکنید خودتون خیلی حال میکنید ما رپ فارس اینجا حرف فقط و بدونم عطلی بزن بریم سراغ اولین بیف که میخوایم بررسیش بکنیم دو تا رفیق بودن که من میگم بهترین رفقای رپ رفق فارسی کیا بودن تو طول تاریخ من این دو نفر رو میگم که بهترین زوج با هم بودن پیش رو هیچ کس که اصلا ول کو اصلا ترک دیوونه دو ترک های دیگه که با هم داشتن و اون زوج طلایی رف فارسی بودن که به نظر من باید میموندن با هم بیشتر از این حرفا کار میکردن ولی سروش میره مالزی و پیشرو هم میره به مالزی زنگ میخ... میزنه به سروش که ببینتش رفیقش رو ببینه ولی سروش جواب با سر بالا میده و با میگه که با منیجرم هم هماهنگ کن که ببینیم هم دیگر رو که این باعث میشه که ترک لوبیای سهرامی سخت بشه مثل مثل وقتی که با بعد لوبیای سهرامی سروش برای دفاع از خودش ترک اون مثل داداشم بود رو میده که منظورش اینه که تو هنوزم مثل داداشمی و من همه کار برات کردم و هرچی که گفتی از روی نادونی بوده و اینجور داستان ها آسمون شگ ستاره نداش با چرا قوه بالا که بعد اون دیگه ادامه دار نمیشه این داستان تا شگون پیش رو که سال 96 بود اشتباه نکنم تا که رضا از ایران رفته بود رفتن و دیدار کردن با هم و اون عکس معروف چند نفرشون در اومد خب حالا واقعا حق با کی بود داخل این بیف من حس میکنم رضا ناراحت شده بود از رفیق چند سالش و سوء تفاهم پیش اومده بود چون هیچکس نه تمام نمیخواست چی کاری انجام بده الان میخواستم یه الان ذهنیتش تغییر کرده ولی بیشتر من حق به رضا میدم چون سوء تفاهم شده باشه اصلا تو سرش اتفاق افتاده و کاش این اتفاق نمیافتاد تا رضا و با هم یه کار بکنن البته رضا پیش همین چند وقت پیش اومد گفت که دوست دارم با سرش کار بکنم و امیدوارم مثلا ترک آخر خواستن خدافزی بکنن از رب یه دونه فیت با هم بدن خودش آقا این همه هوادار این همه دوستدار یه فیت با هم دیگه بدید خیلی حال میده خدا و من حقا به شب رضا میدم توی این بیف با اینکه اون مثل داشم بود یکی از بهترین ترک های رپ فارسیه ولی حق شخصیت رو میدیم به آقا رضا آقا رضا <تص> آقا میگه ها از همچین بیفی دوره میفتیم توی بیف نسله ای که دیگه رفیق بودن بهترین گروه رب فارسه تو طول تاریخ زدبازی یه این به هم نگه برخوردن ویلسون و جی جی آقا ویلی و آقا جی جی به هم برخوردن و به هم تیکه هایی انداختن که فرداگرم تو دیسترکش میگفت یه کاری میکنن دوباره ده سال برید با هم دعوا کنید برگردین گوره خره کیه وضع جدید کل برنامه م... بگیری اینقدر منو بشنو تا تو حرف بمیری تزارم تو نمیخواد به کسی گیر بس و مال این کانیستی بشی فیلم ببین بس میبینی جی جی و سامیلسان هم مشکل داشته ایتایی من اینجا دارم میان باید حرف میزنم یه یادم از رفارسی که دارم بهت میگم از زدبازی بازی در نمیای میمونیم تو زد بازی ولی 20 سال میایم جلوتر تا اینکه اعتراضات تو ایران شکل گرفته 6 ماه مدام دارن فوش میخورن بچه های بازی و یک آلبوم از یک نفری که تا حالا سولو نیامده به اسم سولو جهل میاد و سیجل با سولو میاد و یه ترک داره که دیس زد آخر من تیمم خوردم اون که گفت کیرم کشتن هر کیرم بردن این سالا تو سینم مرد ولی 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 این ترک واقعا کوسچر بود از هر لحاظی چون که آقا تو مشکل داری هنوز ما مشکلتون تو دیگه الان چرا باشون اوکی شدی و فقط سر این بود که اون تایم تا فوش نخالص سیجل و به آقا من با این فاز نیستم من با فاز مردمم ولی باز دوستا هم دوست دارم اینو نیستم آقای سیجل و حس میکنم یه کوچولو توش کرد سیجل با این کار میه بازی بیرون میریم توی بیف مورد علاقه شما که امسال اتفاق افتاد پوریو پوری و هیپوپولوژیست ببین منم اول فکر می‌کردم پوری و سروش خیلی با هم رفیق بودن مثلا نه اینکه رفاقت باشن ولی از خود بچه‌ها شنیدم از پوری اینا شنیدم که آقا دوستی نبوده کلا دو بار همدیگر رو دیدن و در حد همکاری با هم کار می‌کردن همکاریشون هم که یادتون باشه تو ترک سلام علیکم سارت خورد فکر کنم و بعد پوری یه دونه با کاگام باست دوباره دونه ترک آلبوم پوری داشتم به اسم نورستریل نورسی چی؟ همچین چیزی بود آره نورستریل بود اگه اشتباه نکنم که دیرول شمال بود که اصلا قوی نبود ولی یه ترک داشتن که اوف بلش کمال کار ندارم اون آه... اترک بوزکش همه شروع شد اصلا قبل ترش به خاطر قضیه حسین توهی و اتحاد نسل چهار بود که تکیر میکس حل و این داستانی که خواستم بیارم پولیس هایی اینار رو گرفت سروش فوش خارمادر کشید به تطلو و اون اتفاقای بعدش که همتون احتمالاً یادتونه یه ویدیو راجع به اون ساختم ببینید انیمیشن مثلا سریال ساختیم راجع به این موضوع برید اونو ببینید متوجه میشید که به ترکه بوسکش 7 8 ماه بعد تو ترکه بوسکش کسی که ریز انداخت کات و بعد جوابش توی تیکه ریز داره شد و دیسترک همون شب اومد و 10 تا دیسترک از اون موقع تا الان اومده و قسمت انومش هم داره برگزار میشه و این دوتا پا پس نکشیدن ولی حس میکنم این از اون بیفای بود که باید بیف میشد چون بیفشون رفاقتشون جذاب تر بود پولی و سروش برعکس مثلا پیش رو هیچ کس این دوتا رو من دوست داشتن با هم بیف کنم حالا کار به جی جی نداره حساب نیستن میدیم برای بعدی بعدی اصلا دلیل اینکه این ویدیو رو گرفتم اینه بچه ها این, این بیفه بیفه کروش و کچی بیتس رفاقت کوچیکی با هم داشتن که جدیدن همین چند روز پیش گرفتن رو هم خارو خار و مادر دارن با هم ترکی فقط یه بار تیک انداخته شده فکر کنم تو ترک پوسیبوی بوی که میتونیم به دیسه کوروش بگیریم میتونیم نگیریم ولی خب من دیسه کوروش گرفتم اون ترکو ما با هم فرق داریم پوسی بوی کروش و آره کوروش کچی بیست هم حس میکنم بیف اونقدر جذابی ازش در نمید در بیاد کوروش وینره به نظر من چون کوروش بطر رپر در از کچی بیست کچی بیست فکر نمیکنم چون انقدر بازه چرا اصلا سب بس کن بسیجی میام و حالا میرسیم به گل سرسبد بیف های این چند وقت اخیر فدایو هیچ کس باورمون نمیشد این دو نفر با هم بیف کنن سر قضیه عقیدتی باز هم فدایی به خاطر قضیه ای که گفت هیچ کس وصل مجاهدین خلق گرفت روی هیچ سروش کسی که اوورده بودش به رپ فارسی با ترک یادگاری بی بی که دور زدی تو تو حس میکنم اصلا بیف خوبی نیست اصلا بیفی نیست که من دوست داشته باشم چون من ملتفت رو دوست داشتم و خوشم میمند ازش و این بیف اصلا اصلا, اصلاً روانم و هم میریزم خیلی بیشتر دوست دارم همچنان هم یا اصلا آلوم عدل فدایی یا مثلا اون چکه چی شنیدی یا نداشت بخیر واقعا نداشت بخیر بعدی رفیق نبودن اونقدر چت شما فکر کنید رفیق نبودن ولی با هم همکاری میکردن دوست داشتن هم هیچ کس تراک... ام وای وای چرا بدی با بعد چه همکاری کرده بود با ام جی و هیدن و بعدها در قضیه ایران و لندنی بودن و بسیجی بودن سهراب ام جی که رو شد ریسال دیس ام به هیچکس اومد و بعد هم هیچ کس رو توی فری استایل داد بیف قشنگی بود بیف بود که شروع کننده بیف زد بازی هیچ کس دوباره بود زد بازی ملتفت بود بعدش فدایی اومد رو بیت بارها تیک انداخت بارها تیک شنید و کلا رپ فارسی تو اون دوران داغ کرده بود حیف 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 و صد حیف که اون دوران ریاکشن فارسی وجود نداشت بعد اومد ریاکشن فارسی یخ ریاکشن بود اون و همین یکی دو تا دیگه هم هستن که میخوام بهتون بگم مثلا جیدال و خلسه یکی دیگه از اون آرتیست هایی که با هم رفیق بودن تا یه حدی ولی خب همکاری اونقدر نشون دو تا به هم دیگه و با هم مرگ کردن هم ولش که ما بابا چیکار رپ نسل 4 هم میخوایم حساب بکنیم تایی تایی تای تایش دلو رو میتونیم بگیم و اتفاقی افتاد سرچ کنید تو تلگرام میتونید پیدا بکنید همین و بس بر و بکس مطمئنم یه ویدیو خیلی باحال شده این ویدیو براتون و کلی خاطره براتون اومده از هیچ کسو پیش رو باقی همین الان که داری این ویدیو رو نگاه میکنی کامنت کن به نظرت بهترین زوج رپ فارسی که از هم پاشیدن و هم بیف کردن کدوم زوج بودن میتونه بگی پیش هیچکس میتونه بگی پیش فدایی میتونی بگی هیچ ای و هر کی که خودت میدونی ته این ویدیو هم بگم شایعه و مثلا حسین هم هستن که هم به هم زدن ولی خب بیفی شکل نگرفته بینشون حقیقتا و هنوز ریسپکت رو شایعه به حسین داره هوای خودتون داشته باشید کامنت کاف و قلبا بیارید نه تا آخر این ویدیو نگاه کنید کاف و قلب بی کامنت کن واسه من میخوام کامنت تا رو ببرم سر کم گذاشته رپ فارسی کوچولو چیز جدید بهتون بگم ندونسته های رپ فارسی تون رو بدونید و اینا بسه کانتن خفن ترم داریم